سلام، سلام به شما در هر کجای ایران و جهان که در این ساعت به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشستید. جمشید چالنگی هستم. در ساعت یک بعد از ظهر آفتابی اما سرد واشنگتن، 9 شب تهران با شما عزیزان خواهم بود در تفسیر خبر. در منطقه نگرانی نسبت به برنامه اتمی جمهوری اسلامی همچنان ادامه دارد. این در حالی است که جان کری وزیر خارجه آمریکا پادشاه عربستان و شورای همکاری خلیج فارس را در جریان نتایج مذاکرات تاکنون انجام شده با تهران قرار داد و میگوید آمریکا اقدامات ایران را در بی‌ثبات سازی منطقه نادیده نمیگیرد. سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان در جلسه مشترک مطبوعاتی خود با وزیر خارجه آمریکا تاکید کرد که ایران در پی تسلط کامل بر عراق است. و در ایران همزمان با انتشار خبر شدت گرفتن بیماری آیت الله خامنه ای، اختلافات میان جناح‌های تشکیل دهنده حکومت ایران رو به گسترش نهاده است. آقای فضلی رحمانی وزیر کشور در جمهوری اسلامی میگوید آماده است تا به مجلس برود و ارتباط پولهای کثیف با مجلس شورای اسلامی را شرح دهد. آن سوتر در آستانه انتخابات مجلس خبرگان، حسین شریعت مداری سردبیر روزنامه با نفوذ کیهان در حکومت ایران میگوید اظهارات آقای هاشمی رفسنجانی سخنانی بسیار سخیف بوده است. آقای رفسنجانی، هاشمی رفسنجانی، منتقدان مذاکرات اتمی را مورد سرزنش و حمله انتقادی قرار داده بود و همزمان با نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو حکومت ایران 6 شهروند کرد ایرانی را اعدام کرد. با من و شما هستند چون جمعه شبهای پیشین آقای علیرضا نوریزاده در لندن و آقای محسن سازگارا در واشنگتن. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظات دیگر. آقای نورزاده سلام به شما. درود به شما جناب چالنگی عزیزم، درود به دکتر سازگارای نازنین و همه بینندگان و همراهان ایران فردا، به ویژه در تفسیر خبر در این ایام کوتاهی که تا نوروز باقی است. و به شما سلام میگیم آقای سازگارا در این هوای آفتابی اما سرد. سلام آقای چالنگی، عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما، آقای دکتر نوریزاده عزیز و همه بینندگان گرم. آقای نوریزاده، بله، در نزدیکی های عید هستیم، خواهیم رسید به وضعیت سفره مردم که چقدر با سال گذشته فرق داره، بهتره و چه وضعیت داره از نظر اقتصادی. اما پیش از اون مهمترین مسئله مذاکرات اتمی، رفتن جان کری به عربستان و شهر دادن نتیجه مذاکرات. چرا نگرانی ها همچنان وجود داره در جنوب خلیج فارس؟ ببینید آقای چالنگی، شما تمام رسانه ها رو که تو این منطقه بررسی کنید، به حرفای مقامات گوش بدید، یک دلواپسی و دلمشغولی وجود داره که این رئیس جمهوری آمریکا، این آقای اوباما، در پس پرده با ولی فقیه مشغول بساز و بفروشی هستن. به همین سادگی پشت پرده اینا دارن با هم دیل میکنن.
خب علائمش هم پیداست، گفتین پیداست از خود، پیداست از زانوی تو. حوثی ها در یمن میان اوباش بازی در میارن، یک حکومت قانونی رو چلنج میکنن، پایتخت رو میگیرن، دولت آمریکا فقط سفارتشو میبره، بعد تازه حاضر نیست سفارتشو تو عدن بیاره، سفارت بسته است ولی توی صنعا باقی میمونه، و پس پردم در سلطانشین عمان و در جاهای دیگه با جمهوری اسلامی در گفتگوست بر سر حوثی ها. چرا؟ چون آمریکا میگه حوثی ها میرن با القاعده میجنگن، پس این نشانه توته است. در عراق چرا آقای اوباما سال 2010 تمام نیروها رو برد و عراق رو دو دستی داد به جمهوری اسلامی تو سینی طلا؟ اینم یه دلیل دیگه. در لبنان آیا آمریکا اجازه میداد لبنان بدون رئیس جمهوری 6 ماه بمونه؟ الان خیلی راحت تو دست جمهوری اسلامی بازی میکنه. تو سوریه آقای اوباما تهدید کرد اگر اسد سلاح شیمیایی به کار ببره حمله میکنه، درست لبه حملهش روسا اومدن و این حمله رو متوقف کرد، و الانم فقط قطره چکونی به این اپوزیسیون، به بعضشون کمک میکنه که نمیرن، ولی روز به روز مردم دارن کشته میشن. جمهوری اسلامی لشکرکشی کرده از افغان ها، از یمنی ها، از لبنانی ها، و تو فرماندهان هم دست افراد سپاه. اینم یک مورد نمونه دیگر. اینا رو پشت هم میذارن و میگن پس آقا شما ریگی به کفشتونه و مشغول سازشید، و این پرونده اتمی برای شما انقدر اهمیت داره که دارید از چیزهای دیگه میگذرید، و فردایی که سنچنا رو مجازات ها رو بردارید و جمهوری اسلامی دستش باز بشه، خب یه مصیبت بزرگی برای ما خواهد بود. آقای اوباما در جریان برای تعزیتگویی ملک عبدالله به عربستان رفت، اطمینان خاطر داده بود به ملک سلمان، ولی اون هنوز تازه ملک سلمان یه روز بود اومده بود سر جای جدیدش و تغییراتی داشت انجام میگیره. اینه که این سفر آقای جانکری خیلی مهمه. تمام وزرای خارجه شورای همکاری خلیج فارس حاضر شدن و ملاقات ها چند مورد بود، ملاقاتی که آقای جانکری به خود پادشاه داشت، ملاقاتی که با وزیر خارجه سعود الفیصل داشت، ملاقاتی که با تک تک وزرای خارجه کشورهای شورا داشت، و یک ملاقات عمومی هم که با حضور سعود الفیصل و بقیه وزرای خارجه و دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس انجام گرفت. بنابراین میخوام بگم آمریکایی هم نگرانی عربهای خلیج فارس رو درک میکنن، و به خصوص سعودی براشون یه متحد استراتژیک 80 ساله است. اینه که تمام تلاششون رو دارن میکنن به اونا اطمینان خاطر بدن. مطمئن باشید 10 سالی که ما میگیم که جمهوری اسلامی زیر نظارت عالی است، به منزله نیست که دستشو جاهای دیگه رها کنیم. نه، همین الان در برابر شما میگیم بله جمهوری اسلامی داره به بهانه مبارزه با تروریسم در عراق نفوذ خودشو گسترش میده. خب آقای سازگارو، علی‌رغم اون چه که جانکری انجام داد و گفت در ریاض و تلاشایی که برای جلب اطمینان کشورهای عرب جنوب خلیج فارس به عمل آورد، خیلی معتقد هستن که در همین واشنگتن هم که سیاست‌های دولت اوباما باعث بی‌اعتمادی کشورهای عرب شده به واشنگتن، به خصوص در ارتباط با ایران یک، و دو از طرف دیگه خطر برنامه اتمی ایران بیش از هر زمانی عرب و اسرائیل رو به نحوی با هم نزدیک کرد به خاطر داشتن خطر مشترک. تا چند اندازه این دو به واقعیت نزدیک؟ آقای جان مکین، سناتور جمهوری خواه، که خب فرد بسیار معتبر و با نفوذی هم هست، هفته گذشته عنوان کرد که آره رهبران عرب به او گفتند که اگر این قرارداد هسته‌ای در این ابعادی که ما شنیدیم و میدونیم اجرا قرار باشه بشه با ایران، یعنی 6500 سنتریفوژ ایران اجازه داشته باشه برای 10 سال و تا 300 کیلوگرم اورانیوم غنی شده و ما
بالای اون رو هم به روسیه صادر بکنه. مطالبی که شنیده میشه گفتن که ما هم میریم در همین مرحله ایران میرسیم و همینجا تا این حد خودمون رو تجهیز میکنیم، چون در واقع توافق با این شکل به این گونه خواهد بود که فاصله ایران از سلاح هسته‌ای 1 سال فرض شده. یعنی اگر هر روزی ایران زیر همه قراردادها بزنه، درها رو ببنده و شروع بکنه به غنی سازی و کارهای دیگه، 1 سال طول میکشه برسه به سلاح هسته‌ای. به نظرم سعودی ها شروع کردند برای اینکه رئیس جمهور کره جنوبی که در عربستان بود یک قرارداد بزرگ هسته‌ای امضا کردند و دستن در کار ساخت نیروگاه هسته‌ای و اصولا یک شهرک هسته‌ای شدند. به نظرم به هر حال با جوی هم که آقای نتانیاهو در سفرش به واشنگتن ایجاد کرد، خیلی هم زیرکانه ایشون در نطقش دست گذاشت روی نقطه حساس عرب‌ها و اینکه تهران در 4 پایتخت عربی یعنی بغداد، دمشق، بیروت و صنعا نفوذ پیدا کرده، این ماجرا تشدید شد. در واقع اسرائیلی‌ها الان به صورت دشمن اول اعراب نیستن دیگه، این ایرانه که شده دشمن اول کشورهای عربی. بنابراین فکر میکنم که خیلی به حرفهای آقای جان کری اعتماد ندارند. اعراب همونطوری که آقای دکتر نوری‌زاده هم گفتن، حتی در همین مصاحبه مطبوعاتی آقای سعود الفیصل عنوان کرد که در تکریت الان اوضاع به این شکلی که شما میگید نیست، چون آقای کری گفته بود ما جلوی اقدامات مداخله گرانه ایران رو میگیریم و گفته بود که نه خیر، الان ایران در عراق داره مداخله میکنه. بنابراین فکر میکنم آقای چالنگی اون چیزی که همه دنیا ازش میترسن و اون شروع یک مسابقه هسته‌ای در خاورمیانه هست، احتمال شروع شدنش الان میشه گفت وجود داره. از قراری که من شنیدم، البته خب چیز مخفی است و نمیشه قطعی گفت، مصر هم گویا شروع کرده کارهای هسته‌ای رو و حتی ترکیه هم. بله، البته در مورد عربستان یک تفاهم نامه امضا کرده با کره جنوبی و مصری ها هم حدود پیش از این ماجرا انقلاب های پیاپی اعلام کرده بودن که در پی این هستن که از انرژی هسته‌ای بهره مند بشن. گام های خیلی کوتاهی هم در این زمینه برداشتن. اما آقای نوری‌زاده، اون چرا که جان کری در مورد عراق اشاره کرد، سعود الفیصل به روشنی عکس اون رو تاکید کرد، آقای سازگارا هم اشاره کرد و گفتش که عملا حکومت ایران در پی تسلط بر عراق هست و امری که نشونهاش دیده میشه. حضور آقای قاسم سلیمانی، منابع دیگه خبر دادن پیروزی های چندانی هم در تاکید به دست نیاورده. بله، ببینید، جمهوری ولایت فقیه در روزخونی و تبلیغات خب نامبر وانه، یعنی گوبلز واقعا باید میمد پیش اینا درس میگرفت. یه ادعایی کردن که اگر ما نبودیم و قاسم سلیمانی نبود، سامرا سقوط کرده بود. از این حرفا زیاد میزنن، نباید گوش کرد. همین چند روز قبل فرمانده نیروهای عراقی داشت توضیح میداد که نیروهایی که در خط مقدم در تکریت شرکت میکنن عبارتند از ارتش عراق، نیروهای صحوه همون عشایر سنی و نیروهای شیعه داوطلب، به اضافه بخش تازه‌ای که بدایات یا اول همون گارد ملی خواهد بود که قانونش رو پارلمان عراق تصویب کرد. اتفاقی که در عراق افتاده این آقای چالنگی، حضور جمهوری اسلامی اون شعله نفرت مذهبی رو دامن میزنه، چون علاوه بر نفرت مذهبی یک شکل به اصطلاح یک
رنگ قومی یا ملی هم بهش میزنه. یعنی عراقی میگه به چه مناسبت اینایی که 8 سال با من جنگیدن الان اینجا بیان رهبر بنده تو جنگ بشن، به چه مناسبت؟ بعد شیعیانی که مناطقی رو آزاد میکنن فریاد سنی ها رو در آوردن که بابا همون گرگ داعش بهتر بود، بعد از مدتی دست کشیده بود. رفتاری که اینا کردن در بعضی از شهرها شرم‌آوره، به گونه ای که آقای مقتدا صدر عملیات نیروهاش رو متوقف کرده و گفته دیروز بسیار تند علیه این گروه های شیعه، گروه سپاه بدر، اصحاب اهل حق، گروه جیش المجاهدین و حزب الله عراق، آقای مقتدا صدر موضع گرفت و تندی کرد و دکتر عیاد علاوی گفته که حضور قاسم سلیمانی، یک آدمی که قانون بین المللی دنبالشه، در عراق قانون شکنی ما عراقی هست، ما نباید راش بدیم. ضمن اینکه عملیات ملی که ما داریم قاسم سلیمانی نمیخوایم. اینا رو برای چی میخوایم؟ اینا اگه مشاورن باید توی اتاق نشسته باشن مشورت بدن. اینه که یک حالت نارضایتی ریشه دار در مناطق سنی، در مناطق کردنشین و همینطور در بعضی از مناطق شیعه نسبت به مداخلات جمهوری اسلامی وجود داره. یادم از در جنگ ایران و عراق یکی از تبلیغاتی که همین آقای حکیم و دار و دستش میکردن توی جبهه ها با بلنگو فریاد میزدن برادر شیعه من چرا به روی برادرت گلوله میزنی؟ این طرف هم پیروان راه حسین هم. و شگفتا که شیعیان عراق مقاومترین و مهاجمترین نیروهای عراقی بودن و از اون اسرایی که گرفته بودن 30,000 تاشون شیعه بودن و اینا وقتی اومدن ایران هم حاضر نشدن زیر بار ولایت فقیه برن. شاید 100 تا 200 تاشون که یادمونه در اردوگاه گرگان هنگام بازدید صلیب سرخ ادعا کرد آقای هادی العامری که نیروی بدر اون وقت، ادعا کرد که نیمی از این اسرا به ما پیوستن. اسرا هوش کردن و فریاد زنده باد صدام زدن که یه عده‌شون اونجا کشتن در برابر چشم بازرس. غرضم اینه این تصور غلط جمهوری اسلامی که فکر میکنه چون مذهب اکثریت مردم عراق شیعه است پس اینا میان زیر علم آقای خامنه‌ای سینه میزنن و چون تونستن با پول دادن جاده بین فرودگاه نجف و شهر رو اسم خمینی روش بذارن یا عکسای آقای خامنه‌ای رو تو بعضی از دهکده و شهرها بالا ببرن، به منزله اینه که عراق مال ماست. نه، چون این نیست. نه عراق مال شماست نه یمن. اینا لقمه های بزرگ گلوگیرن که از گلوی عبدالناصر پایین نرفت، از گلوی خیلی پایین نرفت، ترکا از گلویشون پایین نرفت و حتی امریکایی‌ها. بنابراین میخوام بگم کاری که فقط میکنن اعتبار و حیثیت ما ایرانی‌ها رو بد خراب کردن. امروز تو جهان عرب دشمن ما شدن همه و خیلی بده و به مساله ملی آینده ما لطمه میزنن. این معنی نداره که کشورهای همسایه ایران همه دشمن ما بشن. چرا؟ به خاطر اینکه آقای خامنه‌ای میخواد پابرنهای یمنی بگن زنده باد خامنه‌ای، مرگ بر امریکا، مرگ بر اسرائیل، لعنت بر یهود. اینم یه چیز تازه تو یمن. دوست یمنی من میگفت سابقه نداشت، ما اقلیت یهودی در اینجا داشتیم که هنوز هم داریم، لعنت بر یهود بین ما متداول نبود. و همین شعارا رو به تاجیکستان هم صادر کرد. من خوشبختانه این آقای رحمانوف اومد و دکون و بساتشون رو برد. خب آقای نوزده گفتیم که اینا فقط تنها کار که میکنن به اعتبار و ایران و اعتبار و حیثیت ایران و ایرانی ها لطمه میزنن. آیا چیزی ازش در منطقه باقی گذاشتن یا در سطح دیگه؟ راست رفتاری که هست. خب همین آقای قاسم سلیمانی ضمناً مسئول بسیاری از ترورهای خارج از کشور بود. ترورهایی که قتل دکتر شاپور رو بخیر و بسیاری دیگه دست داشتن، مرتبط بوده، فرماندهی میکرده، هرچی که بوده. آقای سازگارا پیش از موضوع دیگه، همین امروز در نماز جمعه آقای امامی کاشانی، من نمیدونم تا چند روز متخصص هسته‌ای هست ایشون که البته هستن دیگه در این 36 ساله، حرفی رو زده من متوجه نشدم زیاد. میگه که اگر به توافق برسیم هر دو طرف بردند
اگر به توافق نرسیم اون طرف های دیگه پنج به اضافه یک باختند و باز ما برده ایم. اینو شما اگه ترجمه بکنید، این متخصص عالی قدر آقای امامی کاشانی واقعا خب چرا پس زحمت مذاکره انجام میدن؟ یعنی چرا مذاکره میکنن؟ یعنی بودجه و برو بیا و بشین و پاشو و آقای ظریف و بقیه چرا؟ مذاکره نکنم برندن دیگه. حکومت برنده است یا ایران برنده است؟ حکومت برنده است یا مردم ایران برنده است؟ کدوم هستن؟ ارتباط ببینید، مذاکرات هسته‌ای الان رسیده به مرحله‌ای که در واقع آقای خامنه‌ای آخرین بار آقای روحانی رو باز مطمئن کرده که دیگه کاری نداره و در واقع چراغ سبز داده که بره و تمومش بکنه و کوتاه هم بیان. الان چیزایی که ایران قبلا سرش می ایستاد و کوتاه اومده، مثل این نیست که 10 سال فقط 6500 سنتریفوژ باشه، اون هم تازه به لحاظ فنی. صحبت که آقای صالحی با وزیر انرژی امریکا کردن، قول و قرار دارن که امکان وصل کردن آبشارهای این سنتریفوژها هم نباشه که مبادا در درصدهای بالاتر غنی سازی بکنن. ذخیره اورانیوم رو از یه حدی بیشتر، همون 3.5% هم حق نداره ایران بیشتر باشه و فوردو رو در واقع دیگه تعطیل کنه، عراق رو تعطیل کنه و مسائلی از این قبیل. اما رسیده الان مذاکرات سر مسئله تحریم ها. امریکایی ها چیزی که تا اینجای کار قول دادن این است که اگر ایران این قرارداد رو امضا کنه و اجازه هم باید بده که راست آزمایی بشه و بازرسای آژانس بیان دائما بازرسی بکنن، اون وقت اولین مرحله تحریم هایی رو که شخص آقای اوباما با دستور اجرایی در واقع برقرار کرده به تدریج بر می دارن، ولی تحریم های کنگره به جای خودش می ماند، اون در قدم بعدی است و تحریم های شورای امنیت سازمان ملل هم مرحله بعد میشه. الان سر اینجا گیر کرده و من راستش در این مرحله دو تا دشواری می بینم در تهران و واشنگتن. در تهران با توجه به مریضی آقای خامنه‌ای و ضعف نفسی که ایشون از قبل هم داشته و تا به حال دو بار به آقای روحانی گفته برو و تموم کن، اما سر به زنگاه با فشارهایی که بهش اومده حرفش رو عوض کرده و دست و پای روحانی رو در پوست گردو گذاشته، اطمینان شخصا ندارم که به بهانه همین تحریم ها که ایشون گفته یک جا باید برداشته شه یا یک بهانه دیگه زیر مذاکرات نزنه. تهران دشواری های متعددی رو داره، از جمله اینکه بسیاری از این سایت های هسته‌ای دست سپاهی ها با غرق کردن ماکت توی خلیج فارس و اعدام کردن جوانان سنی و این ماجراجویی و حادثه آفرینی در مرزهای اسرائیل و داخل اسرائیل و غیره به انواع مختلف نمیگذارند که جناح آقای روحانی و رفسنجانی و اینها قدرتی بگیرند. بنابراین سایت های هسته‌ای رو ممکنه درش رو باز نکنند رو به آژانس که بازرسی بکنه و غیره و ده ها مشکل دیگه در واشنگتن. چرا سپاه نمیخواد؟ چرا؟ برای اینکه آقای چالنگی در شرایط بحرانی اولا دست بالا رو در کشور دارن، شبیه کاری که در تمام دوره جنگ کردن، 6.5 سال دست کم این حضرات جنگ رو به قیمت خون 230,000 جوان ایرانی اضافه کش دادن برای اینکه امکانات زیادی گرفتن، دست بالا رو داشتن و توسعه امپراتوریشون دادن. در ماجرای هسته‌ای هم در شرایط بحران و تحریم و غیره دست بالا رو دارن، سوء استفاده هاشون رو میکنن، هم اینکه در این کشمکش و رقابت سیاسی اجازه
نمیدن، زیر لبای شعارهای تندی هم که میدن اجازه نمیدن که جناح آقای روحانی اینا قدرت بگیرن، به خصوص این که الان دورنمای قدرت بوی رهبری هم میده، هم آقای روحانی دماغ رهبری میپزه برای خودش به پشتوانه جنایی که داره، هم آقای مصباح یزدی، هم آقای هاشمی شاهرودی تو فکره، هم مشتبه خامنه‌ای، هم عرض شود که سپاهی ها تو فکرن که خبرگان رو اونجایی که میخوام ببرن، هم دیگران. بنابراین این کشمکش ها باعث میشه که این بازی ها در تهران بشه، اما در واشنگتن هم کار دشواره، به خصوص اینکه استراتژی یهودیان امریکا این بود با آوردن آقای نتانیاهو که جوی که ایشون ساخت، انصافا هم در کنگره امریکا بسیار ایشونو گرم تحویل گرفتن، درسته 60 نفر مجموعاً کانگرسمن و سناتور نبودن، ولی بقیه حاضرین در حد سخنرانی های سالیانه رئیس جمهور امریکا آقای نتانیاهو رو تحویل گرفتن. احتمالاً هفته آینده این پیشنهاد آقای کروکر رو آقای میچ مک‌کانل رئیس سنای امریکا در دستور قرار خواهد داد. اگر این پیشنهاد تصویب بشه، کنگره اختیارات رئیس جمهور رو میگیره و هر قراردادی رو آقای اوباما امضا بکنه باید بره در کنگره تصویب بشه و 60 روز وقت خواهند داشت که بررسی تصویب بکنه. البته دموکرات ها دارن از نفوذ حزبیشون استفاده میکنن که دست کم اجازه ندن 13 تا سناتور بپیوندن به 53-54 تا سناتور جمهوری خواه، برای اینکه 67% رو نداشته باشن که آقای اوباما نتونه وتو بکنه. به این ترتیب کشمکش در دو سو ادامه داره. حالا آقای امامی کاشانی البته چه عرض کنم، ایشون جوونیش هم خیلی حرف درستی آدم ازش نمیشنید، حالا که ولی همین یه جمعهشون این همه ترجمه داشته باشه بالا حضرات یه چیزی از اون ستاد ائمه جمعه اون آقای نقوینا میدن دستشون، آقای تقوینا، حضرات همینو میان اونجا تو نماز جمعه ها میگن بدون اینکه متوجه پایین و بالاش باشد. خیلی ها معتقد هستن در واشنگتن هم در منطقه نیست که برنامه اتمی ایران باعث اختلافاتی میان واشنگتن و اسرائیل هم شده یا بالعکس. یا البته آقای نتانیاهو در کنگره آمریکا به این نکته اشاره کرد که ما دوستانی هستیم که در مواردی مثل همه دوستان دوست فراتر از دوست هستیم و اختلافاتی هم میتونیم با هم داشته باشیم، همچنان که اختلافات در یک خانواده هم هست. این نکته است که اشاره کرد، اما از دید ناظران پیامدهای برنامه اتمی ایران هست که به چون این اختلافات رو به وجود دامن زده. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. نگاه میکنیم، مرور میکنیم عرصه سیاسی جمهوری اسلامی رو در ارتباط با انتشار خبر بیماری آیت الله خامنه‌ای. لحظاتی دیگر. آقای نوروزاده، در آستانه انتخابات مجلس خبرگان میبینیم اختلافات شدت بیشتری گرفته میان جناح‌ها، این همه در حالی هستش که خبر انتقال آیت الله خامنه‌ای به بیمارستان منتشر شده و به هر حال به نظر میاد تدارکاتی در جریان هست برای صحنه بعدی در جمهوری اسلامی پس از آیت الله خامنه‌ای. جناب چالنگی، من در برنامه خودم که یک ساعت و نیم قبل از برنامه حالمون که داره پخش میشه پخش شد به طور تفصیل بیان کردم یک اشکالی که حالا با زمان درگذشت آیت الله خمینی داره اینه که در زمان درگذشت آیت الله خمینی یه پیوند خیلی قوی بین دو رأس حکومت، رئیس
مجلس شورا آقای رفسنجانی که فرمانده کل قوا هم بود و ریاست جمهوری آقای خامنه‌ای وجود داشت. در این حال یادمون باشه که رئیس قوه قضاییه هم آقای موسوی اردبیلی، اون وقت البته قوه قضاییه نبود به این شکل، ولی رئیس دیوان عالی کشور، ایشون هم کم و بیش هماهنگ بود. بعد احمد خمینی رو هم داشتن. لذا میخوام بگم و دستگاه امنیتی و غیره کار خیلی ساده تر بود. دستگاه ولایت فقیه 50 تا کارمند بود تو جماران، یه آقای رسولی محلاتی و 4 تا آدم های اینجوری بودن که نفوذ چندانی نداشتن. سپاه هم به خاطر عمل کردش و کار عملا تابع رفسنجانی بود و بنابراین مشکل یا چلنج بزرگی نداشتن. خبرگانی هم که توشون ممکن بود 4 تا آخوند متمرد پیدا بشه، با بلایی که سر آیت الله منتظری آورده بودن از قبل، اونا هم حساب کار خودشونو کرده بودن. آقای رفسنجانی یه برنامه‌ریزی خیلی دقیقی رو انجام داد. مهدوی کنیر هم از لندن کشوندن تهران، که لندن بود، که بیا تعریف بکنه آقا موقع رفتن به لندن خداحافظی کرده چی گفته بهش. بعدم آقای هاشمی اون داستان رو جعل کرد که بله ما این آخریا که نگران بودیم و صحبت از این یه قائم مقام دیگر بود، امام میفرمودن وقتی خامنه ای رو بین خودتون دارین دنبال کی میگردین. این دروغ محضه، به خاطر اینکه آقای خمینی از روز اول با آقای خامنه ای خیلی سازگار نبود. یه دلیل عمدش این بود که مشرب فکریشون با هم فرق میکرد، علایقشون با هم فرق میکرد. آقای خامنه ای به گونه دیگری با آخوندهای چفت و جور شده بود که خمینی از اونها خوشش نمیمد. بعدم 2-3 بار یا اگه یادمون باشه خیلی بد به ایشون تذکر داد. بله، سر سلمان رشدی، سر حکم حکومتی، سر اختیارات دولت و سر اختلاف ایشون با آقای میرحسین موسوی. علارغم این آقای رفسنجانی اومد اینو جا انداخت و بعد از 3 دور رای گیری و به شورا رای ندادن و غیره، برای ایشون رای گیره 54-55 نفر رای دادن و ایشونشون رهبر. حالا بس فرق میکنه. حالا خود آقای خامنه ای، حالا عمر دست خداست، الاعمار به ید الله، ما نمیدونیم، شاید بنده زودتر از ایشون رفتم، ولی مطابق این خبرهایی که میبینیم و نشانه های بیانه، 2 هفته در سایت رسمی ایشون ماجرای 18 دیماه و 17 دیماه و اون زمان رو دارن مینویسن و 2 بهمن ماه و هیچ کاری آقای خامنه ای نکرده. اخبار بسیار دقیقی هم رسیده که ایشون 2 بار در بیمارستان بودن، حالا برای ادامه معالجات بوده غیره بوده، پرهیز میکنن از ملاقات با مردم. خب اگر واقعا بیماری گسترش پیدا کرده و ایشون تصور میکنه که زمان درازی نداره، حداقل آدم میگه این جوانمردی رو در پایان عمرش باید داشته باشه که کشور رو در برابر یه مجهول قرار نده و خطری رو که ممکنه بعد از او متوجه تمامیت ارضی ایران بشه دور کن. چطوری میتونه این کارو بکنه؟ اولا مانع از این بشه که سید محمود هاشمی بشه رئیس خبرگان، چون این آقای عراقی تیم عراقیش هم با خودش آورده، الان محافظانش اغلبشون از اصحاب اهل حقن، مجموعی از اونا رو وارد دستگاه بسیج کرده و عراقی ها رو آورده به ایران. مسئله بعدی اینه که یه طرحی رو این امنیتی ها رفتن به آقای خامنه‌ای قبولوندن که آقا سید محمود هاشمی میاد کاتالیزور، این وسط 4-5 سال رهبره، بعد آقا آماده میشن، آقا مشتبه ایشون تشیمه. آقای حداد عادل دنبال این طرحه و به شدت اینو ترغیب میکنه آقای خامنه‌ای رو به اتخاذ چنین طرحی، در حالی که سید محمود هاشمی بشینه سر رهبری محال تا روز مردنش یا اینکه مردم بندازنش بیرون دست از این قدرت بکشه. نشون داد در قوه قضاییه چه فسادی کرد و خود و فرزند و داماد و کس و کارش. حالا در مقام ریاست رهبری کشور دیگه بدتر. آقای خامنه‌ای باید بیاد این زمینه رو بچینه که این بدعت نامبارک رو از سر مردم ایران خالی کنه. مردم ایران نیاز به ولی و قیم ندارن، انقدر با شعور و آگاهن، برن کسی رو که میخوان انتخاب بکنن مثل همه جای جهان و رئیس جمهوری داشته باشن، حالا هر نظام دیگری میخوان داشته باشن،
مربوط به خودشونه. یک آدم قائم نه میگن که تمام قوانینم تصویب کنه، آقا بگن نه تمومه. خب چرا از شاه ایراد میگرفتین؟ اون بدبخت که اقلا مشورت میکرد، مراجعه میکرد، وزراش بالاخره یه قدرتی داشتن. الان میگن آقای خامنه ای فقط ایشونه که تصمیم میگیره. خب این چی شد؟ آقای خامنه ای باید جوابگو باشه. اگر واقعا ایشون احساس میکنه زمان کوتاهی داره، وجدان، طبیعت، خدا، مذهب، دین، بشریت همه حکم میکنه که ایشون پشت سر خودش رو سیاه نگذاره، زمینه رو روشن بکنه برای اینکه واقعا یه تحول اساسی ایجاد بشه و مردم رو از این قید غیر قانونی غیر شرعی ولایت فقیه راحت بکنه خودش. بله خب، یعنی به مختصر اینکه بیاد و کشور رو به صاحبانش برگردونه، به مردم. آرزوی من اینه آقای چالنگی، آرزوی من. حالا جمله‌ای رو شما استفاده کردین که آقای خامنه‌ای باید پاسخگو بشه. به کی؟ کجا؟ خب بالاخره ایشون معتقده یه جای هست آدم باید بره پاسخ بده آقای چالنگی. ولی آقای نوری‌زاده یه نکته رو شما اشاره کردین، این که بارها مطرح شده منابع مختلف و حتی در درون خود حکومت که اون چی که آقای رفسنجانی از قول آقای خمینی گفت جعل بوده، کاملا جعل مطلق. بعدن روایت های متضادی از آقای خمینی طی این سالها بیست و چند سال بعد از فوت ایشون مطرح شده، روایت های کاملا متضاد. نمونش پشیمانی احمد خمینی که بارها اینو گفته بود. بله، و صحبت این هستش که در خاطرات آقای منتظری و بقیه هم هست، خود پشیمونی آقای احمد خمینی که آمدن بعد ماهای آخر دست کم آقای خمینی اقدام نمیکنه مگر اینکه خود سید احمد و بقیه می نوشتن و با مهر امضای ایشون. بله درسته، کاملا. سوال من از بینندگان عزیز اینه، سوالی که یک مقداری شاید دادن بهش فکر کنه، که وقتی که در قرن بیستم آقای خمینی جلو چشم همه آنچه که گفت ضبط شده، روی آدیوش هست، نوار صدا هست، تصویر هست، همه هست، نوشته شده در برابر ما، و میان و روایت های متضادی از ایشون نقل میکنن و جعلیاتی میسازن که سرنوشت یک مملکت تغییر میکنه. سوال من فقط اینه، آقایون فقیهان در ایران بیان جواب بدن، چجوری اون وقت میشه اعتماد کرد به روایت هایی که از بقیه در طول تاریخ منتقل؟ چطور؟ به هیچ وجه نمیشه اعتماد کرد. زخماتی که به باور مردم هم زده شد. شما فکر کنید این چرندیاتی که تو این 128 جلد بهار انوار هست، یعنی واقعا شرم انسانی آدم بعضیاشون میبینه. شما واقعا چطور میشه باور کرد که مثلا در هزار سال پیش درست منتقل شده به امروز آنچه رو که امام اول شیعیان گفته یا آنچه رو نمونه شو من میگه خوند آقای صدیقی در جمع دانشجویان دانشگاه مطهری مشهد، ایشون حرفی رو میزنه که من نمیدونم این تا چند اندازه اهانت به دین هست یا نیست، وقتی که میگه دختر پیامبر اسلام فاطمه زهرا در رحم مادر با مادر صحبت میکرد. این در حالی که پیامبر اسلام بارها تأکید کردن که ایشون هم انسانی هستن مثل انسانهای دیگه. اینا قربونت اماما رو شعبده باز هندی گرفتن، اینا اماما رو دونه دونه شون کردن شعبده باز، که شعبده بازی میکردن. اصلا امام قدرت خارق العاده ای نداشته. اگر ما مسلمانیم و اعتقاد داریم فقط خداست، فقط خداونده که قادر متعال و مطلقه، تو سیمن صفاتش هم بیان میکنیم. پیامبر اسلام عاجزه از این که یه درد سر خودش رو درست کنه، عاجزه از اینه که اوضاع خونه خودش رو درست کنه. چجوری اون وقت میان میگن متوسل به خدا میشه؟
اون وقت اینا میرن از امامزاده بیژن دخیل میبندن که مثلا مریضشون رو شفا بده. واسه این پاکستان شدیم توی کراچی همینجوری کوچه‌ها نشستن مرتضی مارگیرا این شعبده بازا میرن بدبختا پیششون که یه دعا بدن پولدار بشن. بعد خود یارو رو نگاه میکنه آدم از فلاکت و بدبختی داره میمیره، میگه خب اگه این بلد بود خودش رو میکرد. این ائمه همه اینا اگر غیب میدونستن پیش بینی میکردن. یکیشون آخونده آقای چالنگی، ببخشید حالا حرف تو حرف میاد، من بالای منبر شنیدم گفت حضرت آدم عشق میریخ کنار یه رودخونه که رسید، حوا گفت چرا گریه میکنی؟ گفت این دجله و فراته، اینجا سر خلاصه ندیده ندیده ما امام حسین رو خواهند برید. یعنی آدم از اون اول گریه کرد برای امام حسین. حالا دیگه چی کسی اون پشت بوده شنیده؟ راوی کی بوده؟ بعضی ها شاید آقای جنت بله آقای امامی کاشانی بوده. آقای احساسگاه در همین زمینه این که عرصه جمهوری اسلامی رو شما چطور میبینید؟ تلاشی که هست، پریدنهایی به همدیگه، جناهایی که شاخوشونه برای هم میکشن، آغاز دوران پس از آقای خامنه ایست یا نه یک نوع دموکراسی است در حلقه خود حکومت ایران؟ نخ دموکراسی که قطعا اسمش این نیست، این دموکراسی محسوب نمیشه. کشمکش ها و توطئه های حکومتی که در تاریخ کهنسال ما هم دور دربارها از این چیزا زیاد بوده که با هم اینجور کشمکش های مختلف و توطئه های مختلف داشته باشن. و انصافا آنچه که الان در سیاست ایران میگذره یکی از کثیف‌ترین ادوار این قبیل توطئه ها و سیاست بازی هاست که گاهی به قیمت خون جوانان مملکت تموم میشه. اعدام میکنن فقط برای اینکه زیر پای اون جناح رو بزنند یا جیبشون رو پر بکنن و امثالو. به هر حال ببینید مجلس خبرگانی که قرار است قبل از نوروز تشکیل بشه و تکلیف رئیسش رو معلوم بکنه، به نظرم یه مقداری به ما کمک خواهد کرد که آرایش نیروها رو بهتر بشناسیم. برای اینکه مطرح هست این روزها که تعدادی از نمایندگان خبرگان نامه به آقای رفسنجانی نوشتن و گفتن ایشون برای ریاست مجلس کاندیدا بشه و به او رأی خواهند داد، در حالی که دستندرکاران دوره برای آقای خامنه ای میخوان آقای هاشمی آقای هاشمی شاهرودی رو رئیس مجلس خبرگان بکنن. این کشمکش به نظرم یه مقداری بعد از برگزاری این اجلاس خبرگان بهتر میشه قضاوت کرد که آرایش نیروها چجوریست. به هر حال من یادم هست فکر میکنم مجلس دوم جمهوری اسلامی بود که گاهی من به دلیل مسئولیتم در سازمان گسترش میرفتم مجلس، یک روز سر نهار یادم هست آقای آذری قومی میز بود توی اون غذاخوری مجلس، به آقای محلاتی که اون موقع نماینده امام بود در مجلس در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بعداً در سقوط هواپیما کشته شدیشون، آقای آذری قومی برگشت به ایشون گفت تو انقدر سنگ این سپاهی ها رو به سینه میزنی یه روزی اینها سر همه ما رو میبرن. روحانیون به هر حال از نظامی ها میترسن برای اینکه قدرت برهنه دستش و آقای خامنه ای چون خودش نفوذی در روحانیت نداشت و یک منبری بود که در واقع شأن مرجعیت و اینها رو نداشت، در طی دوره ریاستش عملا دست نظامی ها رو باز کرده، بالا گرفته و به تکیه به سرنیزه و دستبند و انفرادی در واقع بسته قدرت و سیطره خودش رو داده. به همین دلیل جایی مثل مجلس خبرگان علارغم این که 40 دفعه نمایندگانش رو از فیلتر رد کردن و بعدم برای هر کدومشون هم یه پرونده به این بزرگی درست کردن که صداشون در بیاد گریبانشون رو بگیرن، باز هم تایدلشون ممکنه که به دلیل ترسی که از اسلحه به دست ها و قدار کش ها دارن ممکن است که
برن پشت آقای رفسنجانی. به نظرم این بخش رو باید یکی دو هفته صبر کنیم و یه مقداری وضعیت فعلی آرایش نیروها رو به ما بهتر نشون خواهد داد. ولی این که سرنوشت جمهوری اسلامی با فوت آقای خامنه‌ای یا همین الان هم که بیماره و از انجام وظایفش ناتوانه تا حدی، چگونه خواهد شد، واقعا آقای چالنگی موضوعی است که کاملا در پرده ابهامه و بحران جانشینی بحرانی است که کشور رو در به خصوص شرایط فعلی بحران اقتصادی به سختی تکون خواهد داد. یعنی آلترناتیوهای مختلف، جایگزینهای مختلف رو که آدم میذاره روی صفحه و نگاه میکنه، از قبیل اینکه یه عده میخوان مجتبی رو بکنن رهبر بعدی، یه عده آقای رفسنج هاشمی شاهرودی رو میخوان به قول آقای نوریزاده به شکل محلل بذارنش رهبر، آقای رفسنجانی اینها دلشون میخواد بلکه حسن خمینی رو بیارن به میدون یا خود آقای روحانی بشه رهبر. و سپاه یک گزینه است که اصلا دست به اسلحه و زور ببره، بساط رو همه رو جمع بکنه، در واقع کودتا بکنه، که با توجه به تشتت درون سپاه و چند دستگی که خود سپاه داره موضوع غیر محتملی است. و برای همه اینها خطر اینکه با فروپاشی یه نه نظام بلکه فروپاشی اجتماعی و اقتصادی کشور در یک بحران عمیق بره، این سناریوها الان جلوی چشم ما هست. اینی که به کدوم سمت میره از نظر من یگانه 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 راهی که میتواند نجات بده و کشور را از دست هر کدوم از این جایگزین هایی که هر کدومش یک فاجعه میتونه خلق بکنه نجات بده، حضور مردمه، به میدان آمدن مردمه و جمع کردن قانون اساسی جمهوری اسلامی است که پر از تناقض و مشکلاتی که ایجاد کرده و این بساط قدرت مافیایی و انباشته‌ای که در دوروبر ولایت فقیه شکل گرفته. بله، یعنی در واقع دو عرصه قدرت هست، عرصه قدرتی که در حکومت هست بحران جانشینی و یک عرصه در سطح کل کشور هست که علاوه بر این عرصه حضور مردم هست و از درون مردم به اصطلاح جوشش پایه های یک نظم به اصطلاح ملی در جهت مسائل ملی، این هست. نظر شما به طور مختصر آقای سازگاره؟ بله کاملا، یعنی این مردم هستن که با تشکل در نهادهای مدنی، با رشد جنبش‌های مدنی کشور، معلمین، کارگران، دانشجویان، زنان، وکلا، روزنامه‌نگاران و اقشار مختلف، با تشکل خودشون، با حضورشون، با حرکت کردن از خواستهای مختلفشون که صنفی، سیاسی و اجتماعی هستش و اتحاد اونها در یک چارچوب استراتژیک، میتوانند که بساط پوشالی قدرت و ثروتی رو که حضرات برای خودشون درست کردن جمع بکنن و کشور رو از این بحران به سلامت نجات بدن. حالا تمام این اشارات که آقای سازگاره میکنه مستلزم وقت لازم هم هست، وقت لازم این که برای قدرتمند شدن چون نهادهای اشاره میشه بهش در روندهای شاید جایی مثل تونستن از این فرمول و از این راه ها برن، به دلیل عمیق بودن به هر حال ریشه دار بودن نهادهای اجتماعی که در تونس به نحوی وجود داشت. اما آقای نوریزاده، در آستانه نوروز هستیم و ظاهرا دولت فقط خودشو مسئول برنامه هسته‌ای میدونه، مشکلات اقتصادی روزافزون هست، گرانی روز به روز تر هست، من توضیح نمیدم چون بینندگان خودشون در جریان هستن، سفره هفت سین مردم رو چطور میبینید امسال؟ آقای چالنگی عزیزم، بگذارید روایت یک مهندس دوست عزیزی رو که محبت کرد، یه مقدار ما نیاز به کار داشتیم، براتون بگم که یک هفته بود از ایران اومده بود، فقط در این حد میگم.
گفت وارد تهران که شدم مرغ کیلوی 5000 تومان بود و تخم مرغ دونه 550 تومان. خارج که شدم تخم مرغ برای مادرم 650 تومان خریدم و گوشت مرغ کیلوی 7000 تومان در فاصله یک ماه. و طبیعتا نوروزم که میاد قیمت ها رو بالاتر میبرن. بعد صحبتی که از حد فقر هست یا خط فقر هست، معلم ها رو که میدیدیم و حرفاشون رو میشنیدیم. ببینید آقای چالنگی، کشور در یه حالتی به نظر من مثل حالت اون بیحالی ناشی از نخوردنه، یعنی یه حالتی پیدا شده، مردم یه حالت بیحالی دارن. حالا یه مناسبت هایی هم میاد مثل نوروز، خب ناچارن، ولی الان دیگه اغلب مردم میرن اعلام میکنن در سفرن، چون نمیتونن پذیرایی کنن، نمیتونن تو خونه هاشون در باز باشه مثل اون زمان ما که میرفتیم به 10 تا خونه فامیل سر میزدیم و همه در رو میگوشودن و شادمان میشدن از دیدار ما. این رژیم حتی این ارتباطات فامیلی و محبت رو هم نشانه گرفت. یعنی واقعا میخوام بگم این بلا، این وبایی که ما ناچار دوچار شدیم سال 57، همه چیه ما رو از ما گرفت. عیدمون رو گرفت، شادیمون رو گرفت، ارتباطات فامیلی رو گرفت. 5 میلیون ایرانی آواره دور جهان، حالا موفق ناموفق، تأثیر کرده نکرده، ولی چه معنی داره که آدم بیاد اینجا شاهد همکارش باشه نسیسه عشق میریزه برای اینکه مادرش رفته، برای اینکه نمیتونه بره اونجا ببینتش. این مناسبت های فرهنگی و اجتماعی که ما ایرانی ها رو اینجور پیوند میداد با هم دیگه، اینا دارن علیهش، اینا اصلا مثل این که اومدن ایرانیت رو نابود کنن. یه مثال براتون میزنم، خیلی از ماها نوروز رو تو خوزستان بودیم، تو شهرهای خوزستان، خرمشهر، آبادان، من خودم بودم، یادم نمیده که چقدر بهم خوش گذشت. و الان وقتی میبینم بعضی از عربهای ایرانی میگن آقا نوروز چیه، انکار میکنن نوروز رو، و این برای من دردناک به خاطر این رژیمه. وقتی میان میگن داعش اومد رفت نیمرود و ویران کرد یا موزه موسی رو غارت کرد، خب اینا هم میخواستن بکنن، آقای خامنه ای اجازه نداد، خاتمی میخواست نوروز توی تخت جمشید باشه، اجازه نداد. پس اینا دشمن نوروزن. حرفای مطهری رو خودتون پخش کردید تو برنامه، اون حرفای مطهری بود، به هر حال مطهری شاگرد عزیز امام خمینی بود و طبیعتا اینا افکارشون با هم دیگه تداخل داره و نزدیکه به همه. چه بگویم، متاسفم. یک سال دیگه نوروز، ماها از غربت و مردم ایران در ایران و غریب به استقبال نوروز میره. و آقای سازگار، شب عید هست و اعدام 6 شهروند کرد دیگه و اهل سنت، حکومتی که دم از وحدت اسلامی میزن. وقت ما متاسفانه کوتاه است آقای سازگار. متاسفانه این اعدام ها، آدم نگاه هم میکنه این جوانات متولد بین سال 60 و 65 بودن، همه این هایی که اعدام کردن، و حدود 60-70 زندانی اهل سنت دیگه هم زیر حکم اعدام قرار دارن. نوروز از راه داره میرسه در حالی که قانون بودجه‌ای که تصویب شده دورنمای بسیار بسیار دردناکی رو نشون میده برای سال آینده، که حالا الان فرصتش نیست به جزش بپردازیم، انشالله در برنامه دیگه. فقط من اینو عرض بکنم آقای چالنگی، جنبش سبز دست کم نشون داد که زیر پوست جامعه ما یک جنبش نیرومند دموکراسی خواهی و در بین اقشار مختلف ما یک جنبش نیرومند مدنی حضور داره و شاید بزرگتر از تونس. و خوشبختانه علارغم اینکه حکومت به شدت سرکوب کرده در چند سال گذشته و سعی میکنه مردم رو منفرد، ترسیده و ناامید نگه داره، روشی که استبداد دنبال میکنه، اما این جنبش هر وقت که فرصتی میکنه خودش رو نشون میده. من امیدوارم که در سال آینده چالش های بزرگی که پیش پای مملکت ما هست تبدیل به فرصت های بزرگی بشه برای حاکمیت مردم بر اون سرزمین. سپاسگزار هستیم آقای محسن سازگارا در واشنگتن، همچنان آفتابی و سرد.
و سپاسگزار هستیم آقای نوری‌زاده در لندن. با سپاس. به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم. با امید به فردای بهتر. روزگارتان خجسته با تندرستیتان پایدار.